سلام دوستان، دوران 8 سالگی حکومت دموکرات ها در آمریکا با پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ، میلیاردر نیویورکی عضو حزب جمهوری خواه، بر خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین و بانوی اول سابق آمریکا پایان یافت. آقای ترامپ که با افتخار از سیاست مدار نبودن خودش یاد کرده، در نطقی آشتی جویانه پس از محرز شدن پیروزیش خود را رئیس جمهوری همه آمریکاییان معرفی کرد و گفت ما باید متحد شویم و زخم‌های ناشی از این کمپین تلخ و طولانی را التیام بخشیم. ترامپ همچنین گفت که با هر کشوری که با آمریکا کنار بیاید، کنار خواهد آمد. در پی پیروزی آقای ترامپ، بازارهای مالی جهان واکنشی منفی نسبت به اون نشون دادند و شاهد افت شاخص بورس و ارزش دلار از آسیا تا استرالیا بودیم. بسیاری از رهبران جهان از جمله خانم تریزا می، نخست وزیر بریتانیا، انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، این پیروزی را با آقای ترامپ تبریک گفتند. در مورد پیروزی ترامپ گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد رضا حمزه‌پور در شهر مکلین ایالت ویرجینیا. ایشون از مشاوران ستاد انتخاباتی ترامپ در ایالت ویرجینیا هستند که دفتر کار خودشون رو برای کارهای کمپین در اختیار ستاد ترامپ قرار دادن. درود بر شما آقای حمزه‌پور. درود بر شما دوست عزیز جناب آقای فرهودی و درود به همرزمان و هموطنان داخل و خارج از کشور. آقای دکتر حمزه‌پور، همه نظرسنجی ها پیش از برگزاری انتخابات حاکی از این بود که خانم کلینتون باید برنده این انتخابات بشه، ولی دیدیم که این آقای ترامپ بود که به حد نصاب لازم دست یافت و از اون هم حتی گذشت از 270 رای الکترال و به پیروزی رسید. شما که این فعالیت‌های حزبی آقای ترامپ رو طی این 16 تا 18 ماه اخیر دنبال کردید، میتونید یک دلیل قانع کننده ای به ما ارائه بدید برای اینکه بدونیم چرا آقای ترامپ تونستن به این پیروزی غیر منتظره، خیلی ها بهش میگن یک زلزله سیاسی، یک اتفاق بی سابقه در تاریخ سیاسی مدرن آمریکا دست پیدا کنن؟ بفرمایید. آقای ترامپ وقتی که خودش رو کاندیدا کرد در یک سال و نیم گذشته، در جون 2015، همه فکر کردن ایشون داره شوخی میکنه. تمام مطبوعات آمریکا که به اصطلاح رول بسیار مهمی رو ایفا میکنن در مملکت آمریکا، همه فکر میکردن ایشون در مقطع زمانی یک ماه یا دو ماه یا تا آگست یا تا دسامبر خداحافظی میکنه و این برنامه رو بده. ولی بعد متوجه شدن نه، جدیت کار ایشون یک جدیت کار حساب شده است و دلیل حرکت ایشون به خاطر احساس مومنتی بود که در یعنی یک تشنج و یک عکس العمل ملت بود که کارهایی که کارنامه 7.5 ساله آقای اوباما رو مردم می‌دیدن و تعجب کرده بودن با برنامه های اوباما کر، با برنامه های مختلفی که ملت کاملا تجدهنی کردن، در ضمنی که آقای ترامپ می‌دید که حریفه قدرت دو مجلس در دست ریپابلیکن هاست، یعنی جمهوری خواهد. ولی با همه این تفاصیل کارهایی که نباید می‌شد و به ضرر ملت امریکا بعدا متوجه شدن انجام شد، تامین اوباما کر پایش بود، کم کم ملت رو آماده کرد که نقش دیگری رو برای فرد دیگری در نظر بگیرن. برای همین آقای ترامپ که بارها خودش هم اشاره کرد که من در کار سیاسی تجربه زیادی ندارم و نمیخوام اون تجربه سیاسی تلخی که کسانی که وابستگی خاصی رو به گروه خاصی دارن داشته باشم، برای همین خیلی سعی کرد که منزه و پاک خودش رو معرفی کنه و در ذهنی که داشت معرفی میکرد، خانم کلینتون وقتی که در 5 نفر انتخاباتی دموکرات‌ها برگ برنده رو گرفت و کاندیدای به اصطلاح نفر اولی شد از طرف دموکرات‌ها، وقتی اینا شروع کردن با هم
مجادله سیاسی یا مناظره سیاسی بگم با همدیگر، خانم کلینتون و تمام طرفدارانش فکر میکردن به خاطر عدم تجربه سیاسی ایشون موفق نخواهد شد و اون زلزله سیاسی که به قول فرمان شما در این موومان به وجود اومده بود، فکر میکردن ایشون اگر هر کسی دیگر رو به اصطلاح به زمین زد که 16 نفر همقطاران سیاسی بازنشسته و غیر بازنشسته سنا و فرمانداران سابق بودن، ولی انقدر به خودش مطمئن بود خانم کلینتون که میتونه نسبت به آقای ترامپ برگ برنده رو، به خاطر اینکه چند بار ایشون فرست لیدی بوده، سناتور شده، وزیر خارجه شده، ولی فکر نکرد خانم کلینتون که ایشون، من بارها در مصاحبات گذشتم گفتم ایشون لادیگری رو از یه دانشگاه بسیار مهم ییل فارغ التحصیل شد، یعنی درجه دکترای حقوق شد، ولی نتونست لایسنس پرکتیس واشنگتن دی سی رو بگیره، یعنی فیل کرد. این قسمت اول رفوزیگی خانم کلینتون. بعدم وقتی اینقدر صحبت میکنن که ایشون 25 تا 30 سال تجربه سیاسی، من بارها میگم تجربه غلط سیاسی یعنی رفتن به اتاق مرد، برای که کسی که مسئول امور سیاسی است مربوط به یک نفر و دو نفر نمیشه، مربوط به یک جامعه. خب با توجه به اینکه آقای ترامپ در سخنرانی های خودش در اون مناظره های انتخاباتی صحبت هایی کرده بود علیه گروه های مختلف و اونها رو آزرده خاطر کرده بود، هیسپانیک ها رو آزرده خاطر کرده بود، در مورد زنان سخنانی گفته بود که مورد انتقاد زنان آمریکایی قرار گرفته بود، تقریبا به هر کسی تاخته بود در طول این مبارزه. چگونه این تونست که این به اون حد نصاب لازم برسه در این انتخابات؟ ببینید در رابطه بلک افریکن به اصطلاح، در رابطه سیاه‌پوستان، بله بله سیاه‌پوستان آمریکایی، بله سیاه، اوکی، اینجا میگن بلک افریکن به اصطلاح، ما میگیم سیاه‌پوستا و یعنی ترجمه فارسیش، مضاف هم که هیسپانیکا تمون به اصطلاح کسانی هستن که از کشورهای آمریکای لاتین میان، و در رابطه مثلا با وال درست کردن دیوار، در رابطه با سکیوریتی که هدف بیشتری شد، بارها من گفتم این کارهایی که اینا صحبت میکرد هدف خاصی بر علیه نه مسلمان داشت نه بر علیه کسانی که اسپانیش بودن بود داشت. این میگفت ملت عزیز من، بلد نبود یه مقدار، من بذارید راحت بگم، ایشون اون جملات سیاسی زیبایی که بتونه فراخور همه باشه و لذت ببرن و گوش بدن رو بود، آدم رکی بود و متاسفانه الفاظ گفتن رک بودنش باعث میشد که مقدار خطراتی برای موقعیت سیاسی خودش فراهم میکرد. ولی بعدن که ما با دوستان دیگه صحبت میکردیم دورادور که به اصطلاح مطالب رو بررسی میکردیم، استدعا میکردیم که ایشون سعی بکنه که توضیحات بیشتری رو اگه میشه بده و به بعد متوجه بکنه، چون این توضیحات ما که به اصطلاح رول مشاور داشتیم در تمام جایی که مصاحبه میشدیم، من به شخص مخصوصا تاکید میکردم که آقا این هیچ نوع دشواری خاصی به سیاه‌پوستان آمریکایی نداره. این داره میگه آقای حمزه‌پور ببخشید، اون کسانی که مورد انتقاد آقای ترامپ قرار گرفته بودن، نکته جالب توجه اینه که تعداد قابل ملاحظه‌ای از همون گروه ها هم به ایشون رأی دادن در انتخابات 8 نوامبر. الان ببینید منظور من از اینه که روزهای اول ایشون یه تصویری از خودش نشون داد جناب فرهنگی عزیز، که این تصویر یه مقدار زننده به نظر میومد، یعنی میگفت ایشون یه دشمنی خاصی در وجود داخل خونش زیر پوست خون به قول معروف خونش این داره نسبت به سیاها، در صورت که بارها به سیاها در این موقع آخر این دوره انتخابات که یک ماه مونده بود به اتمام برسه، تو ملت شما یه ذره فکر کردید که ملت سیاه که رفتید دموکرات شدید، شما میدونید یادتون هست که کی شما را از بردگی آزاد کرد؟ میدونید آبراهام لینکلن بود که به شما نجات داد و اون برگه آزادی رو به شما داد؟ شما در اصل باید همه تون ریپابلیکن میشه، ولی یک نفر دزدی این برگه رو و اون خانواده کندی بودن. در این صورت ملت شما در یک فضای پر از به اصطلاح کمپین چه میگن تبلیغات خیلی عجیب و غریب دموکرات ها یک دفعه حواستون پرت شد، یا به خاطر دانش زیاد یا به خاطر دانش کم، پیوستید به خانواده کندی و دموکرات ها، یعنی شدید دموکرات. الانم من دارم بهتون ملت میگم این اشتباه سیاسی خودتون رو بشینید فکر کنید، به من یک ترم وقت بدید ببینید من شما رو از این unemployment 48%، از این food stamp 52%،
میخواید این زندگی رو به این صورت ادامه بدی؟ بدی. ولی این گفتار من، این پلن منه. بسیار بس ولی کام جناب فرمودی. ایشون در اومد گفت من هیچ نوع دشمنی خاصی با یه گروه خاصی ندارم. من به این هیسپانیک ها دارم میگم، کسانی که مخربن، کسانی که وارد مملکت، گفتم چون به صورت جنرال صحبت میکرد همه رو به وحشت میداد. و من بارها به گوش و کنار صحبت های من با دوستانی که همکاران و همیاران ما بودن میگفتم این یه مقدار به اصطلاح آندرستندینگ، فهم و ویژن، چی میگن، اکسپوز شدن کلمات یه مقدار باید خوب درش مشخص بشه که این ملت نترسن. یه حالت اسکیر تکتیک برای اینا، یعنی حالت فکر میکردن که واقعا خطراتی میشه. حتی جامعه مسلمان ایرانی ما با من صحبت میکردن میگفتن آقای حمزه‌پور من فکر کنم اینا ایشون میخواد همه ما رو بیرون کنه. خب همین سوالم اینه آقای حمزه‌پور، الان که دیگه انتخاب شده، از ماه ژانویه هم ایشون رسما 45مین رئیس جمهور آمریکا فعالیت خودشون رو در کاخ سفید شروع میکنن، آیا این وعده های انتخاباتی که ایشون داده بود در طول این مبارزات انتخاباتی 18 ماهه، اینکه دیوار میخواد بکشه دور آمریکا بین آمریکا و مکزیک و پولشو مکزیکیا بدن، یا اینکه مسلمانان حق ورود به آمریکا رو نخواهند داشت تا اینکه بفهمیم اصلا وضعیت چیه، به قول خودش what's going on، تا این مسائل چگونه آقای ترامپ باش برخورد خواهد کرد؟ آیا اینها رو بخواد اجرا کنه یا اینکه اینها فقط شعارهای انتخاباتی بودن؟ نه نه، بعد فکر می کنم یک دونش شعار انتخاباتی باشه. بذارید من، چون احساس نیست، با صحبت هایی که ما داشتیم کاملا به صورت شفاف به تک تک مطالبی که گفته، اونجوری که من این شخص رو دیدم، یک شخص برنده، یک شخص وظیفه واقعا ملی آمریکایی خودش رو بخواد به نفع مطلوب انجام بده. یعنی من در وجودش حس کردم ایشون واقعا، دارم میگم هیچ اگزاجوره و هیچ اغراقی نمیخوام بکنم جناب فرمانده، حالا ممکنه اشتباه بکنم در چیه خودم، در برداشت خودم، خدا کنه اینطور نباشه. چیزی که من در وجود ایشون دیدم، صحبت کوتاهی که من در وجود ایشون احساس کردم، ایشون بلاشک این صحبت وارد، من در مسابقه قبلی با شما عرض کردم 50 سال 45 سال گذشته وقتی ما وارد امریکا شدیم، امریکا احتیاجی به وال نداشت، احتیاج به دراگ دیلرهای خطرناک نداشت که بیان یه استیت نیو همشار رو بگیرن همه رو دراگیست بکنن، یعنی همه بیمار بشن، همه ادیکتد بشن، نبود. ولی به مدت 30 سال ما دیدیم که این دراگ، کسانی که به اصطلاح ما چی میگن دلالان داروهای خطرناک بودن، به مواد مخدر، بله، مواد مخدر رو وارد مملکت کردن و این مملکت رو آلوده کردن. ایشون از اون زمانی که احساس کرد، یعنی تا اون موقع ما اصلا صحبت وال مطرح نبود بین مکزیک و امریکا، اصلا به هیچ وجه صحبت نمی کردن، حتی دومت با هم دیگه یه قراری بذارن که فاصله باید. ولی وقتی دید که همین که بارها گفتم، وقتی شما احساس میکنید خانه خودتون در مورد خطر متهاجم قرار میگیره، سعی میکنید که این خانه رو چکار بکنید برای حفظ امنیت خودتون ازش نگهداری کنید. بسیار خب، پس میفرمایید که ایشون این دیوار رو خواهد کشید و خرج شم دولت مکزیک خواهد داد. پاسختون اینه دقیقاً؟ بذارید توضیح من راحت بدم. لطفاً کوتاه بفرمایید چون مطالب دیگه هم می‌خوایم عنوان کنیم. اگر دقت بفرمایید ایشون نمیخواد، یعنی دو تا شرط گذاشت و گفت با ملاقات که من با به اصطلاح رئیس جمهور مکزیک داشتم، من این صحبت‌ها رو کردم. حالا اگه رئیس جمهور مکزیک به مسخره گرفت صحبت‌های منو، غیر مستقیم البته اینجور بگم، من دو راه دارم، یا مجبور میکنم دولت مکزیک این مخارج رو متقبل بشه، یعنی حدود 10 میلیون دلار پیش بینی شده، 10 میلیارد دلار، یا میده یا نده. من راه دوم دارم. راه دوم من خیلی ساده است، خیلی ساده، تعریف میبندم، گمرک میبندم. به کی؟ به تمام همقطاران بیلیونرهای خودم که دارن نابیسکو، نمیدونم دیگه، از شرکت های ماشین رو تمام، از میشیگان، از ویسکانسین، از هر جایی که مناطق صنعتی آمریکاست دارم برمیدارم میبرم به مکزیک. من از اینا همون کاری که آقای کلینتون کرد. آقای کلینتون در همه میگن چقدر موفق بود، چقدر زیبنده کار کرد در مقطع زمانی 5-6 ماه آخر رفتنش، بعد از اون کارهایی که انجام داد با خانم لوینسکی، یک کردیت دریافت کرد. همون برنامه تعریفی بود که گمرکی بود که رو ماشینا و تمام واردات ژاپن و اون پول 16 میلیارد دلار رو آورد. ایشون هم همین رو میگه آقای فریدی، میگه من گمرک میبندم تا 30% یعنی امتعه وارد شده به داخل امریکا با صفر
گمرک وارد نمیشه. بله. در این وادار میکنم اینها چکار کنن؟ نرن به اونجا، بیان اینجا. در این صورت من وقتی بیان اینجا مسائل اقتصادی امریکا بهتر میشه، بعد ما با بودجه بهتر از پول بودجه خودمون این دیوار رو درست میکنیم برای حفظ امنیت. پس در این صورت اصراری نداره مصرانه بگه که من مجبور میکنم دولت مکزیک کار بکنه. دولت مکزیک در یک زندگی اقتصادی بسیار فقیرانه است که بعید من میدونم بتونه حاضر بشه 10 بیلیون دلار این مخارج متقبل. خب اتفاقا آقای حمزه‌پور، همین امروز یک روز بعد از انتخابات آمریکا ارزش برابری پزو کاهش پیدا کرده 10-12%، مثل اینکه ارزش خودش رو از دست داده، ترس از همین مسائل برای مکزیک، دولت مکزیک به وجود اومده. اجازه بدید آقای حمزه‌پور بحث رو به مسائل مربوط به ایران بکشونیم. شما خوب یک آمریکایی ایرانی تبار هستید و با کمپین آقای ترامپ همکاری داشتید. خیلی از ایرانی ها یک وقتی این شبکه‌های اجتماعی رو میخونید، در این شبکه‌های اجتماعی وقتی اظهار نظر میکنن در مورد انتخابات آمریکا حرف میزدند، یک ابراز امیدواری در اونها دیده میشد که آمدن آقای ترامپ کمک بکنه به بهبود وضعیت سیاسی ایران، مردم ایران بتونن از آزادی برخوردار بشن، و حتی صحبت از این که آقای ترامپ مثلا کمک بکنه به یک جنبشی برای براندازی جمهوری اسلامی. آیا فکر میکنید ترامپ اون شخصی باشه که بخواد یک همچین کاری انجام بده برای ایران، یا اینکه مثل بقیه رؤسای جمهوری آمریکا با دولت ایران کنار خواهد آمد، همونطور که خودش هم در نطق دیشبش گفت با کشورهایی که بخوان با آمریکا کنار بیان با اونها کنار خواهد آمد؟ من تا جایی که به خاطر دارم این کتاب رو همیشه به عنوان سند به بینندگان عزیز خودم در داخل و خارج از کشور همیشه به عنوان یه سند نشون میدم. در این کتاب به خلاف گفتار لفظی سیاسی افرادی که بریده قدرت میرسن میگن نمیدونم این است و این است و این است، بعد یک مرتبه فراموش میکنن و اون انتظارات ما رو که مثلا میگفتیم آقای بوش بیاد، آقای ریگان بیاد، اینا بلاشک میتونن این به اصطلاح فتنه خمینی رو از بین ببرن و اشتباهاتی بود که ما در فکرهای خودمون داشتیم. بنده روی سند، چون کارم روی سند هاست و به خاطر همین این سند داره به من نشون میده، نشانگره این است که در صفحه 38 این سند ایشون در اومده گفته، من به زبان فارسی میگم، به انگلیسیش نمیگیره میخوام بگم، در صورت که ملت عزیز من انگلیسیش هم خیلی خوب شده، ولی خیلی به صورت واضح گفته ایران قبل از این فتنه یک ایران نوینی بود. یعنی اکنالج کرده، یعنی تایید کرده که نظر شخصی خودش که من اون ایران رو تا جایی که به خاطر دارم این بوده، ایرانی که بعد از این فتنه آمده بری که قدرت، اینها شیاطینی هستن که من اگر به درجه پرزیدنسی برسم به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی، در ضمنی که بارها گفتم من یک مذاکره کننده خیلی خوبی هستم، در ضمنی که من بارها در صحبت خودم گفتم موفق ترین کار من روی مذاکره کردن بود در مسائل اقتصادی، ولی من با این کشور متخاصم، با این کشوری که منطقه اون خاورمیانه رو به خطر انداخته، صحبت ملت ایران جای خودش که من بارها در صحبت با خودشون نه ولی با مشاوران هم فکرمون میگفتم، گفتم یادتون باشه شما 52 هستش داشتید چه سر و صدایی کردید، 444 روز دنیا رو به هم ریختید. ما در این مقطع زمانی 38 سال 80 میلیون اشتباه نکنید هستش دارید. ما برای آزادی یکی از صحبت‌های من با آقای ترامپ، آقای فرنگی از روز اول هم با خودش هم با دوره برا، الان مشاورینی که داریم مثل آقای فریز که در برنامه خاورمیانه است داریم صحبت میکنیم، تمام برنامه اینه که فکرمونو گذاشتیم آمریکا خب شکی نیست مسئله خودش رو باید خودش اول حل کنه، و اون مسئله خودش اینه که این اینویژن ها، این تجاوز های به اصطلاح سیاسی اقتصادی دولت ایران و این پستان دهنده شیر به این گروه های خطرناک حزب الله و حماس و او، تا زمانی که این پول مردم، ببینید پول رو آزاد کردن، همه میگفتن آقا پول ملت ایرانه، آقا چرا شما ناراحت میشید؟ من بارها در صحبت میگفتم عزیز من شکی نیست پول ملت ایرانه، این پول ملت ایران دست ملت ایران نمیره، ملت اشتباه نکنید، این پول داره دست متاسفانه افرادی میره و برای همینم دارن به صورت کش میدن، نقدی میدن،
میگن ما رابطه اقتصادی داشتیم نمیتونستیم. آقای اوباما گفت نمیتونستیم ما این پولو. چطور آقای اوباما؟ تو واقعا ما رو مسخره کردی. یه این لیزان امبسی که در سوئیس شما گرفتید در ایران گذاشتی، این رابطه‌ای که به صورت مثل شما که اداره بازار دارید نمیتونستید این کارو بکنید. این چه بهانه است که ما با تراک‌های بزرگ با هواپیمای عجیب غریب پول نقدید که بعد پخش بشه به دست چی؟ به دست ملت ایران که دیگه. اینه که من میگم جناب فرمودی، شما اگه دقت بکنید ایشون یکی از چیزایی که خیلی ناراحته، خیلی ناراحته و در صحبت‌هاش بارها گفته که من اجازه نمیدم مابقی مبالغی که قرارداد به وسیله آقای حسین اوباما انجام شده ادامه پیدا کنه تا زمانی که ملت ایران از این نابغه‌ران آزاد نشن. این پول آزاد نخواهد شد، این پول مابقی به ملت ایران داده خواهد شد تحت رهبری جدید با یک برنامه بسیار منظم. منظورتون از پول جدید، از اون بقیه پول چی؟ مگه پول دیگری هم هستش که باید آمریکا؟ بله، اولا یا پول تیکه تیکه دارن میدن. اگه دقت کنید 150 میلیارد یک دفعه چک به اصطلاح سفید آقای حسین اوباما نبوده. ایشون اجازه چنین پولی نداشته، نه کنگره بهش اجازه میده. برای همینم الان کنگره عصبانیه. در مورد گفت چرا شما پولی گرفتید به صورت کارگوهای عجیب و غریب وارد اینا کرد. آقای حمزه‌پور اجازه بدید من اظهار نظر یکی دو نفر از مقامات ایران رو خدمتون بگم و بعد بیشتر نظرات شما رو هم جویا میشم. آقای ظریف وزیر خارجه امروز در تهران گفته که آمریکا موظف به اجرای برجام خواهد بود و یقین داریم که جامعه بین المللی نیز این توقع رو از آمریکا خواهد داشت. و بعد آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس اظهار داشته که ریاست جمهوری ترامپ به نفع ایران خواهد بود. اضافه کرده که در مجموع فکر میکنم ریاست جمهوری ایشان برای ایران مفیدتر است. مواضع ترامپ در دوره کمپین و ریاست جمهوری متفاوت خواهد بود. این مسئله متفاوت رو در نظر بگیرید، صحبتهایی که در کمپینش کرده و صحبتهایی که ممکنه بعداً در کاخ سفید بکنه. آقای مطهری اضافه کرده که در مجموع موضع آقای ترامپ بهتره برای ما به خاطر اینکه دموکرات ها با برنامه ریزی دقیق تری حرکت می کنند و با پنبه سر می برند. ترامپ صداقت بیشتری دارد، موازش در قبال سوریه خوب بوده و نسبت به عربستان نگاه خوبی ندارد و مایل به روابط خوب با روسیه است. بنابراین میبینیم که مقامات ایرانی تا حدودی فکر میکنن که میتونن با ترامپ کنار بیان. آقای حمزه‌پور بذارید من جواب این مطلب شما رو، خیلی برام جالبه واقعا. این ملا، این رژیم ملاکروسی به اصطلاح خیلی بازیگر و به اصطلاح چی بگم مشاطگر عجیبی در گفتار، در نوع بیان و وقتی ترس و وحشت در وجودش به وجود میاد. ما دقت بکنیم در یک هفته پیش همین آقایون ملا که از آقای رفسنجانی شروع شده بود کاملا تقویح میکرد که آقا این آقا بیاد به اصطلاح غیر مستقیم کار ما تمومه، ما آرزوی آمدن خانم کلینتون رو داریم. بعد دو سه روز بعد آقای علی خامنه‌ای اومد توی برنامه خب نه من فکر میکنم حرفای حمزه غیر مستقیم، البته حرفای حمزه پورای نوعی مثل که درسته. آقای ترامپ مثل که میخواد بیاد برای صفا و آرامش ادامه دولت ملاها. ببینید این آقا که داره اومد این حرف زد، خواست با یه الفاظ سیاسی، خیلی عذر میخوام، خودشو مسخره کنه. بنده با احترام دارم میگم جناب فرودی. البته ایشون ببخشید آقای حمزه‌پور، آقای خامنه‌ای گفتن که اون مرد، اون کاندیدای مرد اسمشو نیاورد که ترامپ. اون کاندیدای مرد مواضعی که بیان میکنه بیشتر مورد توجه مردم، یه حالت پوپولیست عوامگرا، نظرات عوامگرایانه داره و اینا. خب دیگه عرض کردم نخواست مستقیم جناب فرودی بگه که مثلا آقای ترامپ که ریپابلیکنه میتونه مثل این آقای ملا که در اومد گفت ما با دموکرات ها چیزی ندیدیم، اینا با پنبه سرمون این کاری کردن، ولی ایش خیلی راحت میتونه اون چکا و بقیه مبالغ 130 میلیارد دلار رو دو دستی به ما به خاطری که مرد نازنی نیست، بچه های خوبی تربیت کرده، آدم بسیار با انصافیست. نه اینطور نیست. با احترام میخوام به اون آقای ملایی که مقام نایب رئیس مملکت مجلس شورای اسلامی رو داره بگم که عزیز من اشتباه میکنی. تا زمانی که منهای نوعی در دورور این آقا
در 4 سال آینده، من به 8 سال آینده میخوام بگم، خواهیم بود اجازه هیچ نوع نزدیکی با رژیم ملا که تطبیق با گفتارش در کتاب خواهد بود نخواهیم داد، نخواهیم گذاشت. ما گروه نایاک، من گفتم در صحبت‌های خودم با آقای مشاورش گفتم اولین تقاضای من به اصطلاح اتمام نزدیک شدن گروه نایاب از کاخ سفید، دومیش مشاورت خانواده آقای دکتر نصر و آزادش، یعنی با تحقیق گفتم شما این اسما رو نمی‌شناسید برید چک بکنید، اینها باید پاک بشن. بله ما باید گروه ما باشه، یعنی با نظرات ما، ما با چون همکاری همیاری که ما صادقانه با آقای ترامپ کردیم تا اینجا به خواست خداوند متعال یک همکاری و همیاری صادقانی بوده و هست و اینا اعتماد عجیبه. من وقتی دفتر خودم رو 1.5 سال در اختیار اینا گذاشتم، فضای به این بزرگی رو گفتم شما بیاید هر کار میخواید بکنید بکنید، بیشتر به خاطر این نبود که من یه چیزی بده بستون باشه، به عنوان خواستم متوجه کنم ببینید ما ایرانی ها خودمون در اینجا به قول معروف با تمایل خاص، البته اینجا بهشت برینه، ولی دوست و اصرار داریم که برگردیم به مملکتی که ما تعهداتی داریم، مملکتی که خانواده های ما، فرهنگ و تمام زندگی ما، ما باید برگردیم. در این صورت نشانه فکری ما طوری بود که این آقا قبول کرده که ما این فکر رو در سر داریم و جواب هم به شما اینه که من با احترام میتونم بگم چنین چیزی نخواهد بود و در رابطه با مسکو، بله درست گفتم، ایشون نزدیک با مسکو خواهد شد با آقای پوتین، شکی نیست. من بارها گفتم مملکت ما ملت اشغال شده به وسیله روسا، مملکت ما دو اشغال سیاسی و اقتصادی است، اقتصادیش چینه، سیاسیش روسیه است. آقای همزه‌پور، برخی از کاربران ایرانی هم اظهار نظر کردن در پی پیروزی ترامپ، یکی از اونها گفته درود بر ترامپ، شخص دیگری به نام مهناز گفته آخه چرا، چه روز سیاهی. دوستی به نام عاطفه نوشته که من نمیفهمم ایرانی ها چرا اینقدر هرس میخورن، کلینتون یا ترامپ چه فرقی داره، ایرانی ها باید خودشون به فکر خودشون باشن. و بعد کاربر دیگری به نام مهسا میگوید آمریکا ابرقدرت جهان هست، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، هر تغییری تو این کشور رو کل دنیا تأثیر میذاره و دید کلان باید داشته باشیم. و شخص دیگری نوشته است که عاشق اعتماد به نفسش هستم، یعنی آقای ترامپ منظورشونه. در پایان میخواستم یه جنبندی بفرمایید. سلام جنبندی میلی جرا فرودی. ببینید سیاست مستقل ملی بسیار فکر قشنگ چیزی بود که محمد رضا شاه پهلوی در افکارش، ولی در نهایت متوجه شد و ما متوجه شدیم که وقتی میگفتید ایشون پاپته، ایشون نمیدونم به وسیله دولت آمریکا اومده با اون برنامه سیایه و ملت اومدن گفتن آقا بفرمایید برید به جایی که باید برید، وقتی رفتن اومدن چی آوردن ملت ایران؟ پاپت دیگری اگر میخواد اسمشو بذارن، یه هدیه دیگر خداوندی از طرف اروپا و آمریکا. خب ولی یعنی شما میفرمایید که آقای ترامپ کمک خواهد کرد به مردم ایران در آزاد شدن از دست این نظام حاکم؟ بله. منظورتون اینه دقیقاً؟ من میخوام اول یه مقدار توضیح باز مختصر بدم برای اون نازنین های ایرانی جوان ما که میگن آقا ما باید خودمون این کارو بکنیم. بنده با احترام میتونم بگم عملی نیست، یه نیروی پشتیبانی میخواد. الان شاهزاده رضا پهلوی هم تو صحبت‌های اخیر خودش در مصاحبه اولین بار نافرمانی مدنی رو از زبان خودش گرفت، گفت خیزش ملی توأم با یک گروه دیگری که بخوان منافع ما رو تامین بکنن و ما یعنی دولت ایرانی که الان به وسیله این افراد مسخر شده، این افراد جانی جاهل مسخر شده به این با پول کشور نفتی به این سادگی اینا رو نمیشه بیرون کرد زیر نظر کشور شوروی، اینا رو میشه راحت کرد. چینیا مسائل اقتصادی است، آقا سرت بزن پایین، مثلا اونجوری گفتن شما با چادر سر بزنید 500 دلار بهتون میدیم، حاضر بودن ولی به روسا گفتن نه. چینیا پول میخوان، عاشق پولن، اونا سرشون میخوان. ولی ملت این سیاست مستقل ملی زیباست که آقایون برغیلی ها، من اسم میبرم اینایی که جبهه ملی و نملی بودن، زیبا صحبت میکردن ولی عملیش نیست. در این فضای دنیا
شما بخواید یا نخواید، حالا صحبتی گادفادر نمی کنم، شما یک کمکی میخواید و یک کمک بزرگ بر منافعم دو طرفه باید باشه، خیابان دو طرفه. من بارها در ملاقات وزارت خارجه که میرم بارها گفتم دیگه ما برنامه منافع خیابانی یک طرفه نخواهیم داشت. ما الان ایرانی آمریکایی هستیم که اینجا اومدیم و برای منافع خودمون هر ذره دلار و سنتی از شما انتظار داریم در اکسچنج، در معاوضه. در این صورت منافع ملت آینده ایران روی حرکت آقای ترامپ در این مسیر فراموش نکنید. اول فکرش اینه که این چهار کشوری که زیر نظر ایران داره اداره میشه غیر مستقیم یا مستقیم، از یمن گرفته، لبنان گرفته که عکسای آقای هنوز احمدی نژاد و دیگر رهبران اونجا هستن، عکسای خمینی هست و خامنه‌ای هنوز تو مملکت دیگر در خیابان‌ها میرید هست، کجا عکس مثلا رهبر لبنان نمیدونم در تمام خیابان‌های تهران هست، یا عکس رهبر نمیدونم آمریکا در نمیدونم خیابان تهران است. این بازی های مسخره سوریه که باز یه بچه دیگه است، از اون طرف عراق. اول من صحبت هایی که ما در استراتژی صحبتیشون که میگن ایشون استراتژی نداره که من خندم میگیره، اینا استراتژی رو در حدی کردن. آقای فرودی بذارید من اینم بگم، بارها در مصاحبه های قبلی هم گفتم، استراتژی وزارت امور خارجه ایشون برنامه‌ای داره که دیگه نمیخواد یک منطقه که به هم نزدیک مثلا در آفریقا اگر سه کشور هست، امرون، غنا، اینا هر کدوم یه آمباسادور داشته باشن، سه آمباسادور رو تبدیل میخواد بکنه به یکی که هم مخارج کم بشه و هم امنیت بهتر بشه. خب مطمئنن آقای حمزه‌پور، مطمئنن آقای حمزه‌پور، آقای ترامپ مشاوران شایسته حتما دارن که بتونن بهشون کمک بکنن در تحریزی استراتژی کلی. یکی از این مشاوران ایشون آقای جولیانیه که در واقع میگوین، در واقع جولیانی شهردار سابق نیویورک بود که این کمپین ترامپ رو سر و سامانی بهش داد و به ترامپ خیلی کمک کرد و در نطق دیشبش هم از جولیانی ترامپ به نیکی یاد کرد و ازش قدردانی کرده. فکر میکنید جولیانی چه مقامی در دولت جدید ترامپ داشته باشه؟ بله، ببینید این سوال رو باز من خیلی سریع به تو بگم. آقای ترامپ در دو سه روز پیش ما ملاحظه کردیم که گفتاری داشتن که مستقیم و غیر مستقیم 4-5 نفر از اعضای کابینه خودشو معرفی کرد. یکیش آقایی است که رئیس دفتر کلش خواهد شد، همینی که ریپابلیکن جوانی که چرمن ریپابلیکن هست، آقای چی رو، آقای جنرال خدمت رو عرض کنم که جنرال سه ستاره، اسمش رو الان دارم فکر میکنم چون جلو دستم اسمش نیستش، ایشون رو برای وزارت دفاع اعلام کرد. یک جنرال دیگری که در این دفتر بارها اومده، یک میجر جنرال دیگه است که دکترای حقوق از دانشگاه هاروارد داره و ایشون رو برای معاون این برنامه انتخاب کرد. آقای جولیانی رو که سوال می‌فرمایید باید بگم ایشون رو برای اترنی جنرال، یعنی کسی که مسئول وزیر دادگستری اعلام کرد. در این صورت 5 نفر رو تا جایی که الان یادم نمیاد چون سریع الان اسما جلو من نیست، 5 نفر رو براشون جاوای گفته بودن که آقای گینگریش هم احتمالاً برای وزیر امور خارجه خواهد. آقای حمزه‌پور، آقای جولیانی و آقای گینگریش هر دو از طرفداران سازمان مجاهدین خلق بودن در خیلی از این میتینگ‌های مجاهدین که شورای مقاومت ملی تشکیل شرکت میکنن. آیا حضور اینها در دولت ترامپ میتونه کمک بکنه به سازمان مجاهدین خلق در پیشبرد هدفاش؟ اینو من کاملا به صورت شفاف میگم. به مجردی که ما شنیده بودیم موقعی که آقای گینگریچ و آقای گاورنر پنس که میخواست اعلام بکنه که بالاخره کدوم وایس پرزیدنت میشن، اون زمان که دو روز قبل از جمعه بود، آقای فرودی این نقد شد، من در همه جا گفتم، و دو روز قبلش من دیدم که آقای گینگریچ 67% برام گفته یکی از این انکرهای تلویزیون در اومدن گفتن ایشون میخواد بشه معاون رئیس جمهور، بعد آقای پنس با 26%. سریع من رئیس دفتر میگم دیرکتر ویرجینیا رو که آقای مارک لویک بود دعوتش کردم به دفتر، گفتم که ببین تو این دنیا دیگه دنیای فضای کامپیوتری خیلی راحت میشه مدارک رو در آورد. این مدارک استک بزرگ فایلی که شما دارید میبینید مدارکی است که من در مدت 37 سال بر علیه مجاهدین کار کردم، با وزارت خارجه بارها نشستم صحبت کردم و مجاهدین رو از فکر اینا سر کردم مطرود کنم و اینها رو نابخردانی بدونم که اگر روزی ملکه قدرت در بیان اون مارکسیست اسلامی که صحبت میکنن اول به نظر من فکرش در خود خمینی بوده، معلم اصلی اینا به نظر من آقای رجبی نبوده. به اینا گفتم برای که وقتی میخواست به قدرت بیان گفت همه چی رو من مجاری به تو میدم آقای خمینی. در این صورت
من اون روز که باهاش صحبت کردم گفتم ببینید این مدارک رو من کپیشو بهتون میدم، میدونم زمان کوتاست، 48 ساعت دیگه ایشون تصمیم میگیره در جمعه، شما این مدارک رو بفرستید، یا در نیویورک نگاه میکنن اهمیت میدن یا به اصطلاح اهمیت نمیدن. آقای من برای خودم کردیت درست نمیخوام بکنم، من کاری که دارم میکنم خداییست که از اون بالا داره منو کمک میکنه، من با یه نیروی قدرت لایتناهی دارم حرکت میکنم. و وقتی فرستادم دو روز بعد به من زنگ زد این دایرکتور، گفت آقای فلان، گفتم بله، گفت مسئله اون چرا که میخواستید جوری که به اصطلاح انجام داشت میشد انجام نشد، آقای پنس یعنی شما حساب کنید ببینید یعنی ما اینجاست دارم میخوام جوابتون رو، ما تا زمانی که در این مشاورت شرکت میکنید و در این برنامه شرکت خواهیم کرد، آقایون مجاهدین در ضمنی که این دو آقایونی که فرمودید البته فقط اینا نیستن، به مجردی که داشت این برنامه میشد روزنامه بزرگی باز از خانم رجبی و تمام کسانی که کانتریبیوت کرده بودن، پول گرفته بودن، از اکثر کسانی که ریپابلیکن بودن، از اترنی جنرالش گرفته و و و همه اینها تو این لیست بودن. این ما فرستادیم. در این صورت ذهنیت آقای ترامپ در رابطه با مجاهدین تا جایی که من گفتم نایاب مجاهدین، این گروه ها حرفی که از روز اول زدم به اینا، گفتم من تمام این کارهایی که دارم میکنم پس گرفتن آبروی ملت ایران، انتظار مالی ندارم. در این صورت مجاهدین از نظر این برنامه که اگر این دو نفر به ذریعه قدرت برسن برنامه ای نخواهد بود. یه مطلبی رو اضافه میخوام بکنم که شما سوالم نفرمودید که یه ذره ممکنه جالب باشه، و اون اینه خانم کلینتون در این مقطع 3 ماه که الان صحبتی جولیانی رو فرمودید که بخواد بشه شغلش، من بهتون گفتم بخواد بشه وزیر دادگستری، خیلی دقت بکنید، این من نمیخوام بگم حتما انجام میشه، صحبت اینه اگر خانم کلینتون در این 3 ماه اینو دستبند سیاسی نزنن، به اصطلاح اینجا اینو اینداکت نکنن و بعد تکلیفشو آقای اوباما با یه پاردن با یه بخشش کار حل نکنه، زندگی سختی در جامعه امریکا بعد از آمد به قدرت رسیدن آقای ترامپ در رابطه با خانواده کلینتون خواهد بود. و من و به خاطر همین چون کسی که میخواد بشه وزیر دادگستری که آقای جولیانیه، یکی از مجربترین وکلای و یکی از مجربترین پراسیکیتورهای نیویورک بوده که دادستان نیویورک بودن، ایشون اگر بعدی که قدرت برسه خانم کلینتون ایام بسیار سختی رو خواهد داشت. من اینو خود آقای ترامپ هم در اون مناظره آخرشون گفتن، ولی اگه توجه داشته باشین در نطقی که دیشب ایراد کردن یک نطق بسیار آشتی جویانه بود و از خانم کلینتون به خاطر خدماتشون فعالیتشون تمجید کردن، ولی کم بعید به نظر میرسه که بخواد زبان سیاسی قشنگ بود جناب تعقیب سیاسی بکنن، تعقیب قضایی بکنن خانم کلینتون. آقای حمزه‌پور ببخشید در پایان فقط کوتاه، خیلی کوتاه بفرمایید نقش شما در این کمپین آقای ترامپ، که دیگه کمپین هم نیست که الان اینا دولت تشکیل خواهند داد، نقش شما چه خواهد بود برای بینندگان ما بفرمایید؟ نقش ما همونجوری که بارها گفتم در گفتم سه تا دارو سر میز اینا، یکیش داروی جنگ، یکیش داروی سانکشن، یکیش داروی ارزم بزرگ چنج. چنج رژیم آبیران نقشی است که من از اول روش دارم کار میکنم در این 37 سال، مخصوصا در این 10 سال گذشته. این مدیسن یا این دارویی است که من دارم تو سر تک تک اینا میخورونم، به جای جنگ و دعوا و به جای سانکشن ها، به جای این روی چینج ایران فکر کنن. اون منطقه باید رژیمش عوض شه تا بتونه آرامش رو در یک فضای پرژن گلف که یک فضای استراتژیک بسیار مهمیه به وجود بیاد، و از اون کارهای عجیب و غریبی که 4 کشور الان در دست این نابخردان جنرال های قراضه پاسداران که داره اداره میشه زیر نظر کشور روسیه، اینها بایستی پاک بشه و در اونجا در اون صورت آقای ترامپ میتونه نگوشیشن بهتری با اون گفتار قشنگی که داره، من حاضرم با همه بنشینم صحبت کنم حرف بزنم در رابطه با عربستان سعودی هم بارها داره میگه ما دیگه نمیتونیم ژاندارم آدمایی باشیم که مجانی کار کنیم، عربستان سعودی اگر پول و بهای ژاندارمی ما رو نده ما اینها رو به قول معروف مطرود اعلام میکنیم. بله سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد رضا حمزه‌پور که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.